چطور با انگیزه بمونیم حتی توی سخت‌ترین شرایط؟ برای حفظ انگیزه حتی توی سخت‌ترین شرایط باید از استراتژی‌های خاصی استفاده کنید تا ذهن و انرژی خودتون رو مثبت و متمرکز نگه دارید. اولین مورد هدف‌گذاری شفاف و واقع‌بینانه است. تقسیم اهداف به مراحل کوچکتر. وقتی با یک هدف بزرگ مواجه میشید، اون رو به اهداف کوچکتر و دستیافتنی تقسیم کنید. این کار باعث میشه هر بار که یک مرحله رو به پایان میرسونید، حس موفقیت رو تجربه کنید. تمرکز روی دلیل اصلی هدف. به خودتون یادآوری کنید که چرا این هدف برای شما مهمه و چه تأثیری روی زندگیتون داره. دومین مورد تمرکز روی پیشرفت‌های کوچیکه. دستاوردهای کوچیکتون رو جشن بگیرید. هر پیشرفتی حتی کوچیک رو به عنوان یک موفقیت تلقی کنید. این کار باعث افزایش انگیزه شما میشه. نگاه به گذشته و موفقیت‌های قبلی. به یاد داشته باشید که قبلاً چطور از پس شرایط سخت بر اومدید و چطور تونستید که موفق بشید. سومین مورد مدیریت ذهن و افکار منفیه. تفکر مثبت و خودگویی مثبت. هر زمانی که افکار منفی به سراغ شما میاد، با گفتن جملات مثبت و انگیزشی به خودتون اونها رو از بین ببرید. پذیرفتن سختی ها به عنوان بخشی از مسیر. درک کنید که سختی ها جزئی از مسیر موفقیت هستند و باید از اونها به عنوان تجربه های ارزشمند یاد کنید. مورد چهارم اینه، انرژی ذهنی و جسمی رو حفظ کنید. استراحت و بازیابی انرژی. توی شرایط سخت خسته شدن امر طبیعیه. به خودتون اجازه استراحت بدید تا ذهن و بدنتون بازسازی بشه. توجه به سلامت جسمانی. ورزش، خواب کافی و تغذیه سالم میتونه نقش مهمی رو توی حفظ انرژی و انگیزه داشته باشه. مورد پنجم، محیط و افراد مثبت. احاطه کردن خودتون با افراد الهام بخش. با کسانی که شما رو حمایت میکنن و به شما انگیزه میدن وقت بگذرونید. محیط مثبت میتونه به طور قابل توجهی انگیزه شما رو تقویت کنه. دوری از افراد و شرایط منفی. اگه افراد یا موقعیت هایی هستن که به شما استرس وارد میکنن، سعی کنید تا حد امکان از اونها دوری کنید. مورد ششم، تمرین انعطاف پذیری ذهنیه. یادگیری از شکست ها. شکست رو به عنوان یک فرصت برای یادگیری و رشد ببینید. هر شکست یک درس ارزشمندیه که شما رو به موفقیت نزدیک تر میکنه. پذیرش تغییرات. به جای مقابله با تغییرات و سختی ها، اونها رو بپذیرید و به عنوان فرصتی برای بهبود و پیشرفت از اونها استفاده کنید. مورد هفتم، الهام گرفتن و یادگیری مداوم. کتاب ها و پادکست های انگیزشی. از منابع الهام بخشی مثل کتاب های صوتی، پادکست ها و ویدیوهای انگیزشی استفاده کنید تا رویه خودتون رو تقویت کنید. مدل سازی افراد موفق. زندگی و تجربه های افراد موفق رو مطالعه کنید و ببینید اونها چطور با چالش ها روبرو شدن. مورد هشتم، تمرکز بر لحظه حاله. تمرکز بر لحظه حال، استرس‌های آینده و نگرانی‌های گذشته رو کنار بذارید. مراقبه و تمرینات تنفسی میتونه توی این زمینه کمک خیلی زیادی به شما بکنه. حفظ انگیزه توی شرایط سخت نیازمند صبر، تلاش و استفاده از تکنیک‌های مناسبه. با تمرکز روی این نکات و توسعه عادات مثبت میتونید حتی توی دشوارترین شرایط هم پیشرفت کنید.